Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس شامل دو گزارش می شود. به موقع در مورد دومی هم توضیح خواهم داد. در فرانسه سنتی هست که هر بار سالی یک بار درب آتلیه نقاشان به روی بازدید کنندگان و علاقمندان بازه و ما چند هنرمند ایرانی هم داریم که چنین می کنند، از جمله مرتضی رفیعی که ابتکارات کاریش، نگاهی به مینیاتور، نگاهی به اون چیزی که خودش خلاقیت و اصالت نقاشی ایرانی میگوید و رشته‌های دیگر که چه در تصویر و چه در گفتار از او خواهید شنید. ضمن این توضیح که هفته آینده هم این شادی برای من، برای شما، استاد عباس معیری میهمان این برنامه که او هم نمایشگاهی داشت، به موقع توضیح خواهم داد. درب گشوده آتلیه هر هنرمند، از جمله مرتضی رفیعی، ورود آسان دارد و خروج دشوار. برای دل کندن وقتی به دفعات ایران را می‌بینید، ایران را لمس می‌کنید و از ایران می‌شنوید. مرتضی رفیعی این همه را هر بار همزمان در تابلوهایش به انجام می‌رساند. وقتی این پله‌ها را 5 طبقه آمدید، به خانه و آتلیه‌اش برای دیدن تابلوها آمده اید. آقای رفیع، امسال چه چیزهایی رو نسبت به سالهای گذشته بیشتر خواهیم دید؟ کارهای تازه شما چیست؟ طبق معمول آقای شهیدی، این کارهای من، من اینو بگم اول، در تحصیلاتم در دانشکده هنرهای زیبا و بازار پاریس این نوع نقاشی نبوده. این نقاشی است که باش زندگی میکنم و سعی میکنم که همون طبق سال گذشته همین المان هایی که در نقاشی سنتی ما وجود داره اینا رو به طور تازه نشون بدم. حالا چند تا تابلو تازه هم شما میبینید که سال گذشته نبوده. یکی از تابلوهایی که در این نمایشگاه میبینیم و هیچ بیننده‌ای رو بدون تفاوت نمیگذاره این تابلوه. چه میبینیم و شما چه گفتیم؟ این تابلو برای یک کنکوری تهیه شده. این کنکور مسئلهش مسئله فضا یا هوا و تو این تابلو تمام به اصطلاح المان‌هایی که با هوا مربوطن من کشیدم و از المان‌های قدیمی بادبادک گرفته تا جت و نمیدونم و هواپیما بود، حتی حتی قالیچه حضرت سلیمان که به اصطلاح قالیچه پرواز میکرده. آقای رفیعی، نه برای این تابلو، اما وقتی مجموعه کارهای شما رو میبینم از خودم میپرسم تابلوهای شما ملی است؟ تابلوهای شما تاریخی است؟ و حتی این پرسش، آیا تابلوهای شما سیاسی است؟ تمام این چیزهایی که گفتید کارهایی دارم که در همه این موضوعی که شما گفتید بله وجود داره. تابلوی دارم که کاملا سیاسی است، تابلوی دارم ملی، تابلوی هست که فقط مسئله زیبایی. این تابلو رو من بر اساس یکی از شعرهای آقای منوچهر برومند کشیدم. در این شعر اون چیزی که من حس کردم دختری به نام دختر مهتاب که میاد و
امید و آزادی رو به سرزمین ما میاره. وقت من از چند المان استفاده کردم، اگه دقت بکنید وسط این تابلو سه رنگ خیلی مشخص هست، سبز و سفید و قرمز که سمبول به اصطلاح پرچم ماست، و این امید همون با شیری که شیرش خورشیدی که در پرچم ما وجود داشته اونم میاد. و اینجا به خاطر اون مسائلی که در ایران میگذره میبینیم که حتی به نام خدا مردم رو بیدار میکشنم، ولی امیدوارم که اونجوری که این شعر بیان میکنه اون آزادی و این امید شامل ما بشه.
همون سری کارهایی که مسئله فضا و اسپس هست، این کار رو تهیه کردم که خواستم موضوع بیگ بانگ رو نشون بدم. علی‌رغم بیگ بانگ باز ما میبینیم تمام المان‌ها، حالا اگه به اصطلاح دیتای تابلو توجه کنید، همون نقاشی فرما و موتیف هایی که ما در باز فرشامون در نقاشی سنتیمون داریم. مثلا در این نمایشگاه یک سری تابلو روی مسئله فضا تهیه کردم که با اینکه یه موضوع روزه، ولی تمام المان ها و فرمای تابلو از همین المان های نقاشی سنتیمون که توی کاشیکاری و فرشامون هست بهره گرفتم و میبینید که با تمام کهکشان ها فرمای اسلیمی داره و به این طریق، یعنی کار من دنباله همون نقاشی سنتی مونه. یه چیزی که باید بگم، ما نقاشی به اون صورتی که در اروپا وجود داره نداره. هنر به اصطلاح تجسمی ایران یک هنر تزئینی و یا بیشتر میشه گفت نقش و نگار داریم. حتی مینیاتورهای ما ایلوستراسیون هست، یعنی نقاشی به اون نوعی که در اروپا زمان، مکان، فضا، نور موجوده و تمام حالتها و احساسات بشری در این نقاشی اروپا دیده میشه، در نقاشی ایرانی وجود نداره. حالا باز من به خاطر اینکه اینجا دنبال ردی نقاشی اروپا که الان به اصطلاح به نوع اوانگارد وجود داره، البته نقاشان اروپایی اون پشتیوانه غنی تاریخیشون رو دارن، ولی اگه من بخوام مثل اونا نقاشی بکنم خب تقلید شده. ولی باز از تمام المان‌هایی که در هنر سنتی ما هست، خواستم یه نوآوری‌هایی در به اصطلاح همون نقاشی خودمون که میگیم مینیاتور این باشه. و اینجا میبینیم فرمایی وجود داره که حالت کلیگرافی یا همون فرمایی که ما در کاشیامون میبینیم، در معماریامون میبینیم، یا در فرش و تمام ساختمان‌های تاریخیمون هست، اینجوری مدل شد، تهیه شد. و حالا به دنبال دیدن نوبت به شنیدن میرسه با هنرمندی احمد جاوید غنی، یک هنرمند افغان که خوشبختانه هم ادبیات افغانستان، هم ادبیات ایران و هم ادبیات فرانسه رو با موسیقی و کار خودش ارائه میده. در کنار او رضا افشار نادری که دیگر نیاز به معرفی نداره، او هم اشعار فارسی رو به فرانسه ترجمه کرد. شب بسیار دلپذیری بود، حیف بود که شما از آن بیخبر باشید. کامل اون رو میتونید در سایت تلویزیون ایران فردا مشاهده بکنید، در آدرسی که هم اکنون میبینید و گوشه و گزیده بسیار کوتاه هم در همین برنامه. ای ساربان آهسته را کارام جانم میدهد، وان دل که با خود داشتم با استدانم میدهد. Ô chalelier, va doucement, la paix de mon âme tu emportes. Et ce cœur qui m'appartenait, c'est ma charmeuse qui l'emporte. Je suis chagrin et misérable et interdit, loin d'elle me vient une brûlure qui me transperce, ainsi qu'un dard dans mes os. Thank you.
دوستان با تبریک مجدد به شما، اگر قرار بود بیانید امشب رو تعریف بکنید چه میگفتید؟ امشب یک شب دوستانه بود، یک شب دوستانه که ما یک کنسرت برگزار کرده بودیم برای دوستای نزدیک خود مثل شما رضا جان و دوستای فرانسوی ما که تشریف آوردن، یک با هم دیگر صحبت های کردیم در شروع برنامه و بعدش یک ساعت و 20 دقیقه و یک ساعت و نیم موسیقی داشتیم که رضا جان شعرهای فارسی را که من میخواندم تو قالب موسیقی غزل یا موسیقی فولکلوریک افغانی ایشان ترجمه کردن در فرانسوی. خیلی متشکر هستم و الان برنامه ما تمام شد. خیلی شما را هم تشریف آوری میگم، خوش آمدید. خب البته اون وجه مشترکی که بین ما هست به غیر از این دوستی که بین ما وجود داره، خوبی فرهنگ مشترکه، عشق البته به زبان، به شعر فارسی، ادبیات فارسی و زبان مشترک. و خب دومون معتقدیم که یک منطقه بزرگی هست بین مثلا این خاورمیانه و آسیای مرکزی که همون خراسان بزرگ باشه و هر دو توی این منطقه به دنیا آمدیم و خب یه فرهنگ مشترک داریم، حالا چه در افغانستان، چه در تاجیکستان و همچنین در ازبکستان، از شود که سعدی، حافظ، رومی خونده میشن، در مدارس تدریس میشه و خب برهه مند میشن و واقعا یه فرهنگ مشترکیه. و ایشون خوب که در کشور برادر افغانستان به دنیا آمدن، خانه‌های و رابطه خانوادگی و یه همچین رابطه دوستانه به طور به اصطلاح اتوماتیک به طور خیلی طبیعی برقرار شده بین ما. قرار بعدی که ایشالله برای نوروز آینده قراره که کنسرت مفصل برقرار بکنیم و دوباره شعر و ادبیات فارسی رو رو بکنیم و بشناسونیم به مردم فرانسه. سوال دوم من این بود که اگر از شما میپرسیدم به غیر از شعر و موسیقی چه عواملی باعث شد که امشب کنار هم باشید، پاسخ شما چی بود؟ خیلی قصه دور و دراز است که براتون بگویم. غیر از موسیقی و شعر و شاعری، من با دوستای فرانساییم که معرفی شدیم اینجا، همیشه در کنسرت‌های خود گفتیم دیگه، دوستای فرانساییم باعث شدن که خیلی محبت و عشق و انرژی برای ما دادن. از شروع زندگیم که در فرانسه رسیدیم، همون باعث شد که من همیشه میخواستم که بغیر از اینکه برای دوستای افغانیم و دوستای هندیم که میخواندم، همیشه در هندوستان هم زندگی کردیم و همراه دوستای ایرانی هم تماس داشتم و برنامه داشتیم، و غیر از این ها میخواستم برای فرانسوی هم بخوانم یک روز شبه که برای ازیا بخوانم، اگر بتانم در زبان خودشان بخوانم. و همین عشق و محبت از این مردم که چه قسم ما را در وطن خود تشریف آوری گفتن و چه قسم مهر و محبت بر ما دادن، همی باعث شد که امشب باز هم اینجا باشم مثل همیشه که کنسرت های را اندازی میشه برای دوستای فرانسوی ما. و همی انسانیت فکر کنم غیر از شعر و شاعری و موسیقی، مهمش یا قبل از این بگویم انسانیت بوده که امشب همه گی ما یک جای هستیم، بخصوص زیادتر در محفل دوستای فرانسوی ماست که میان میشنوان موسیقی و شعر شاعری ما و شما را. فکر کنم که در قدم اول انسانیت و بعدش همین شعر شاعری و موسیقی اصیل، شعر شاعری اصیل خود ما و شما بودن.